بیش از 30 مرد ورزشکار افغان در ولسوالی اندری ولایت غزنی در هوای منفی 15 درجه سانتیگراد در کنار دریاچه روی یخ تمرینات ورزشی را انجام می دهند. امروز ما اینجا که آمدیم برای تمرینات آزادی. ای غفور! بیایید که یک از اون نفر عکس بگیرید. یک قدرت نمایی کردیم اینجا. و از جناب رئیس تشکری میکنیم که ما رو در این عرصه تامین امنیت کرد و ما رو حمایت کرد. طالبان از حدود یک سال به این طرف ورزش دختران و زنان را ممنوع کرده اند. به دلیل محدود بودن منابع مالی، ورزش مردان نیز با مشکلات زیادی همراه است. اما مسئول کمیته ملی المپیک غزنی میگوید که حضور ورزشکاران در این مسابقات زمستانی نشان میدهد که ورزش در افغانستان زنده است و جوانان ورزش میکنند. نفای سرور شندام که هستن از ولایت غزنی امروز به خاطر نمایشات جالب و به خاطر مناسبت زمستانی در اینجا بند سرده تشریف آوردن که نمایشات جالب انجام دادن و قدرت نمایی کردن. بخش دنیا نشان بده که ما الحمدلله در افغانستان ورزش کدام ممانعتی نیست و ما در یک قدرت نمایی هم داریم. ورزشکارانی که روی یخ و در آبهای سرد تمرینات ورزشی را انجام می‌دهند، به این باورند که این ورزش‌ها سبب سلامتی و بالا بردن توان بدن انسان می‌شوند. هدف ما از برگزاری برنامه نشان دادن نیرو قدرت جوانان ولایت غزنی است تا برای مردم ثابت شود که ورزشکاران چه کارهایی را می‌تواند کند. ما فقط هدف ما میسته که جوانان نسل جوان ما انگیزه گرفته و از مخدرات دوری کند و ورزش رو بیارد. مؤمن قوی نزد پروردگار بهتر از مؤمن ضعیف است. اگر پول را امروز شما برای ورزش مصرف نکند، فردا حتما برای خریدن دوا مصرف خواهید کرد. این در حالی است که چند قبل تعدادی از مردان ورزشکار در ولایت غور نیز چنین ورزشی را انجام داده بودند. این ورزشکاران در حال در هوای سرد ورزش می کنند که در دو هفته اخیر موجی از سرما افغانستان را فرا گرفته است. بر اساس آمارهای نشر شده، 78 نفر به دلیل سردی هوا تا اکنون در افغانستان جان خود را از دست دادند.